سلام دوستان، با آموزش کاربردی نرم افزار مایکروسافت اکسل در خدمتتون هستیم. در جلسه قبل کار با فرمت سلول ها رو گفتیم و همینطور کار با دیتا ولیدیشن و اعتبار سنجی داده ها توی اکسل. در این جلسه میخوایم کار با جداول رو آغاز بکنیم. خب جداول در اکسل چی هستن؟ همونطور که میبینین این یک جدولی هستش که توی اکسل تعریف شده. خب ما از جداول استفاده میکنیم به خاطر اینکه بتونیم دیتا هام رو به خوبی توی اکسل بشناسیم. همونطور که میدونین توی اکسل من میتونم از سلول ها استفاده کنم واسه ورود اطلاعات، و خب خیلی اطلاعات متمایزی رو و مختلفی رو توی سلول ها جا بدم. هر یه جوری میشه گفت هر نوع اطلاعاتی که بخوایم. حالا ما وقتی که میخوایم این اطلاعات رو تجزیه و تحلیل بکنیم و واسه شون به خصوص فرمول نویسی انجام بدیم و مورد پایش قرار بدیم، بهتره که توی فرمتی باشه که اکسل از اون بتونه به خوبی استفاده بکنه. اگر اکسل مثلا تو همین سلول معمولی باشه ما خیلی کارا رو میتونیم انجام بدیم، ولی اگر فرض کنید که توی یک رنجی باشه که یک اسمی داشته باشه و هر ستون به طور مجزا معرف یک چیزی باشه که اکسل اونو فهمیده باشه، خب خیلی بهتر و راحت تر میتونیم اونو تجزیه تحلیل کنیم. مثلا من فقط بگم که توی فرمولم این ستون از تیبل من تیبلمو میخوام، و اگر اندازش هم تغییر کرد اکسل به خوبی متوجه بشه. ولی اگر از جدول استفاده نکنیم و خب این یه دیتای خام توی اکسل باشه و جدول نداشته باشه و یه ناحیه رو اینطوری واسش تعریف کنیم که بگیم از سلول به طور مثال آدو تا انتهای سلول A51 رو من مد نظرم هستش، اون وقت با تغییر اطلاعات و ثبت اطلاعات جدید فرمولایی که نوشتیم شاید دیگه کاربردی نباشن و فقط بر اساس اطلاعات قدیم کار بکنن، و ما باید یه مقدار بریم و تلاش کنیم که فرمول هامون رو به روز رسانی کنیم. ولی خب یکی از مزیتایی که تیبل داره اینه که من میتونم واسش تعریف کنم که این ستون من شماره پرسنلی رو بگیر و حالا توی فرمول استفاده بکن، و دیگه اگر این ستون تغییراتی داشتش بر اساس تغییرات جدید فرمول ها رو حساب بکن. خب این کاربردی که تیبل داره کم نیست، زیاده، و خب خیلی خوبه واسه ما. بخاطر همین ما واسه تجزیه تحلیل همیشه از تیبل ها استفاده میکنیم. من خودم که همیشه از تیبل ها استفاده میکنم، یعنی یک جایی بخوام فرمول نویسی بکنم اولین کاری که میکنم میام ببینم که میتونم تیبلش کنم یا نه، که بتونم راحت تر به اکسل بفهمونم که کجاها رو لازم دارم و دیتا ها رو به صورت مجزا بتونم تقسیم بندی بکنم. خب حالا بیایم اینجا ما هم یه تیبلی رو تعریف کنیم. خب واسه اینکه تیبل ها رو جداول رو بخوایم تعریف کنیم، اول باید ببینیم که چه جداولی رو لازم داریم. ببینید من میتونم همه اطلاعات رو یک جا توی یک جدول داشته باشم، اما تجزیه تحلیل اون سخت میشه. بخاطر همین من نیاز به چند تا جدول شاید داشته باشم. اولین جدولی که به ذهن حالا من میرسه اینه که من این قسمت نام و نام خانوادگی، رتبه، همکاران، یعنی اطلاعات پرسنلمو جداگونه توی یک جدول داشته باشم که اگر یک شخص جدیدی اضافه شد بتونم با اون کار بکنم. و سپس اطلاعاتی که زمان ورود و خروج یک پرسنل هستش و دیگر اطلاعاتی که حالا لازم دارم و که در روز متغیر هست و روزانه وارد میشه، وارد اکسل من میشه، رو تو یک جدول دیگه ای داشته باشم. به خاطر همین من اومدم اینجا یک دونه جدول واسه اطلاعات پرسنلم تعریف کردم و یک جدول دیگه واسه ورود اطلاعاتم که این جدول هستش، که اونجا هم مشخصات پرسنل من قرار داده شده به ازای هر رویدادی که ایجاد شده. حالا اون رویداد میخواد ورود باشه که ربطی به مرخصی یا ماموریت نداشته باشه، یا اون ورود در اون روز مرخصی بوده باشه بر اساس یه مرخصی این رویداد رخ داده باشه. به خاطر همین من دو تا جدول رو مشخص کردم. خب جدول رو ما هم بیایم اینجا یه جدولی رو بخوایم مشخص کنیم. اول واسه جدول پرسنل ببینید وقتی که یه شیتی رو من اضافه میکنم میتونم اینو اینطوری جاشو عوض کنم و اسمشو بنویسم، اسمشو عوض کنم مثلا پرسنل تیبل، جدول پرسنل مثلا. خب واسه اینکه من بخوام این جدولمو تهیه کنم
فرممو دارم، میتونم از این استفاده کنم، یا اینکه از ذهن خودم استفاده کنم، بگم که من اگه بخوام اطلاعات کارمندان رو قرار بدم چه مواردی رو لازم دارم توی جدولم مشخص کنم. اولی خب شماره یه پرسنل هستش، بهترین حالت واسه جدا سازی یه رکورد یا یه آیتم توی جدول اینه که من اونا رو بتونم یه آیدی مجزایی واسه شون قائل بشم. ببینین الان من با شماره پرسنلی این شخص رو با این شخص مجزا کردم. من اگه بر اساس نام بخوام یه جا جستجو کنم، این دوتا یکی هستن و بعد اینکه نامشون رو مشخص کردم باید برم ببینم فامیلیشون حالا چی هستش، چون نمیتونم تشخیص بدم کدوم منان روی داده. و اگه حتی فامیلیا مشخص بودن دیگه چیزی ندارم، یعنی دو نفر انگار یکسان هستن. حالا اگه واحدشون متفاوت بود شاید یه کاری بتونم بکنم یا اطلاعات دیگه، ولی وقتی که من یه دونه سلول رو جداگونه واسهشون تعریف کردم که اینا دستینیک یعنی متمایز از هم بشن، خیلی کار واسه من راحت تره. و من همیشه به این ریفر میدم و میگم که آقا این شماره پرسنلی واسه من مهم هستش، بقیه رو دیگه فراخوانی کن، ببین اون کیه، چیکار، چجوری بوده، واحدش چیه، سمتش چیه و غیره. پس من یه شماره پرسنلی لازم دارم، بعد دیگه اطلاعات اون کارمند من هستش، نامشو، نام خانوادگیشو، چجوری با من داره همکار میکنه، به صورت ساعتی، پاره وقت یا تمام وقته، چه واحدی داره کار میکنه، فنی، فروش، مالی، رتبه‌ش چیه، مثلا کارشناس رتبه 1، کارشناس رتبه 2 و غیره، و سمتش چیه، سمتش کارشناس، مدیر، سرپرست و حالا چیز دیگه. یه ردیف هم دارم اینجا واسه اینکه بدونم چند تا رکورد ضبط کردم. اصولا ردیف رو همیشه ما دیدیم که اول جداول میذارن دیگه، حالا من اینجا اومدم آخرش گذاشتم واسه اینکه یه سری فرمولا هست به نام لوکاپ که و لوکاپ خب من از اونا وقتی که استفاده میکنم میگه از ستون اولت باید بری بشموری، و من اومدم به خاطر همین اینو توی قسمت انتهایی گذاشتم. و خب خیلی جاها از همین ردیف به عنوان آیدی دستینیک هم استفاده میکنم. به طور مثال من تو همین تیبلم که دیتا ها رو وارد میکنم، شماره پرسنلی رو دیگه آیدی جداگونه نذاشتم. من اگه بخوام به یه رکورد از این جدولم رجوع کنم بر اساس این ردیفم رجوع میکنم، رکورد 1، رکورد 2، رکورد 3 و الی آخر همینطور میره تا انتها. خب بیاین ما همین جدول رو مشخص کنیم. شما میتونین این اسامی رو بنویسین و توی جدولتون داشته باشین. خب من اینا رو اول قرار میدم و به صورت کپی از ولیو میکنم. خب این دیتا های خام رو من تایپ کردم. بعد اینکه تایپ کردم باید حالا واسهش تعریف کنم که آقا این جدول من هستش دیگه. خب چجوری میتونم تعریف کنم که این یک جدوله و هر چقدر بهش اضافه بشه و بره پایین دیتا ها مربوط به جدول هستن. من خب این قسمت هم حالا با یه سطر پایین ترش رو میگیرم، میام تو قسمت insert تیبل رو میذارم و این خودش ناحیه رو واسه من مشخص میکنه که میگه آقا این ناحیه رو میخوای تیبل باشه. میگم اوکی بله این ناحیه رو میخوام تیبل باشه، اما متاسفانه چون دیتای توش نداشت یا هر به هر دلیل دیگه اکسل خوب متوجه نشد که آقا هیدرهای من کدوم هستن، هیدرها رو یعنی هیدرها رو سرستونهای من نمایانگر اطلاعات تو یک ستون هستن دیگه، و واسه من باید حتما مشخص باشه که کدوم هدر اسمش چیه. یه نکته قابل توجه اینه که توی تیبل ها هدر ها باید یکتا باشن، یعنی من اگه اینجا یه شماره پرسنلی دارم توی هدر دوم هم شماره پرسنلی نمیتونم داشته باشم و حتما باید یه کلمه مجزا داشته باشه با هم دیگه. خب من اینا رو کپی میکنم، میام بالا اینجا پیست میکنم که به جدول بفهمونم که اینا هدرهای من هستن و اینو پاک میکنم. الان دیگه تیبل فهمیدش. خب من حالا این آیتم ها رو توی تیبل دارم و میخوام اطلاعات رو توش وارد کنم. بهتره یه مقدار اطلاعات رو وارد کنیم و بعد بیایم در مورد خود امکاناتی که تیبل به ما میده صحبت بکنیم. من میام اینجا بهتون بگم که این اطلاعاتی که اینجا وارد شده همه به صورت تصادفی بوده. من رفتم توی چند جا یه سری اسم تهیه کردم و اون اسما رو اومدم یه جا نوشتم. الان ناکنین من اینا رو کپی میکنم و میام اینجا پیست میکنم.
پیس از ولیو میکنم، از همین اسما میخوام استفاده کنم. یه چیزی که قبلا قول داده بودم بهتون بگم، تو تب دیتا توی این ابزارات بودش، وقتی که داشتم دیتا ولیدیشن رو میگفتم، گفتم یه دونه ابزار داریم به نام ریموو داپلیکیتس که رکورد های تکراری رو پاک میکنه. خب من میخوام الان از این استفاده کنم که دیگه رکورد تکراری نداشته باشم. شما هم اگر نخواستین از همین جدول مثل این دقیقا استفاده کنین، میتونین مثل من اطلاعات رو بسازین، کاری نداره، لزوما نباید حتما اطلاعات واقعی باشه واسه تمرین کردن، که الان هم ما داریم تمرین میکنیم و میخوایم اطلاعات رو بسازیم. خب واسه اینکه من بگم اینجا دیگه تکراری نداشته باشم چیکار میکنم، میام توی دیتا ریموو داپلیکیت میکنم. ریموو داپلیکیت رو که میکنم میگه کدوم تیبل کدوم ستون رو میخواید ریموو کنید، داپلیکیتش رو، تکراریاش رو، خودش شناخته، حالا یه کالام کی گذاشته. اوکی که بکنم میگه 25 شو مقدار تکراری پیدا و پاک شده، 25 شو یونیک ولیوز ریمایند باقی مونده، 25 شو یک تا باقی مونده و خب حالا اینا دیگه یک تا هستن. خب یکی کار دیگه من واسه این فامیلیا میکنم، میام این نام های خانوادگی هم به همین صورت میگیرم، کپی میکنم و پیستش میکنم و دوباره ریموو داپلیکیت میکنم. خب یه چیزی که باید کنین، الان وقتی که من اینجا دارم ریموو داپلیکیت میکنم، میگه میخوای این سلکشن تو که انتخاب کردی بست بدی به بقیه جاها. خب من اینجا قبلا یه بار ریموو داپلیکیت کردم، میگم نه نمیخوام بست بدم، فقط این یه دونه ستون رو میخوام داپلیکیتش رو پاک کنم. ولی اگه شما چند تا ستون داشتین و میخواستین تکراری ها رو پاک کنین، میتونستین از همین گزینه استفاده کنین، ولی من نمیگم از همین سلکشن کنونی خودم استفاده کنم و ریموو بکنم و بعد این میاد این نارو پاک میکنه و تکراری هاش رو برمیداره. خب الان من یه سری نام و نام خانوادگی غیر تکراری دارم. بعد اومدم اینجا چیکار کردم؟ من خودم به اینا یه سری عدد تخصیص دادم. این حالتی که الان دارم تعریف میکنم واسه ایجاد دیتاها به صورت تصادفی توی اکسل خیلی مناسبه، مخصوصا اگر شما بخواین شبیه سازی کاری انجام بدین، آماری باشه که نیاز به اطلاعات تصادفی دارین، یه روشش همینه. الان من اطلاعات تصادفی لازم دارم دیگه. خب اول ببینیم که من چند تا فرد میخوام توی سازمانم وجود داشته باشه. من میخوام 50 تا داشته باشم به طور مثال، اینا رو میکشم تا 50 تا. ببینید این خیلی آشنا هستم با این قابلیت اکسلی، حالا چون ما اکسل مقدماتی داریم درس بدیم، من اینو یه بار میگم. این قسمت کوچیک ستون رو بگیریم و بکشین، این سلول رو بگیریم بکشین، این اطلاعات رو میاد تا جایی که ببینید این 38 که الان اینجا نوشته، یعنی من تا عددش 38 به ترتیب سودی که 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 باشه رفتم، من تا 50 میخوام برم. این خودش میاد و عددها رو به صورت تصاعدی میاره بالا، یه دونه یه دونه اضافه میکنه بهش و جدولم که بهتون گفتم آپدیت میکنه و ناحیهش رو میکشه تا جایی که من اطلاعات دارم. و خب اگر من اینجا این باکس کوچیک رو بزنم و این فیل سریز رو دیدین که کلیکش خورده، اگه بکنن کپی سلز، این دقیقا 1 2 رو همینطور کپی میکنه. و اگه مثلا فیل سریز رو بذارم، فیل فرمت اونلی رو بذارم، فقط فرمتش رو میاره دیگه، چیزی رو نمیاره، میبینین. و اگه فیل ویدات فرمتینگ بذارم، اون عددا رو میاره و فرمتش رو همون چیزی که از ابتدا توی اکسل تعریف شده قرار میده. من همون فیل سریز میذارم که به صورت سری پر کنه و 50 تا رکورد رو واسه من ثبت. حالا میام یه عدد تصادفی میخوام تولید کنم اینجا. چرا؟ یه عدد تصادفی بین 1 تا چند تا من اینجا دیتا دارم، 25 تا دیتا واسه نام دارم و 24 تا دیتا واسه نام خانوادگی دارم. من میام میگم که اوکی مساوی، میخوام یه فرمول بنویسم، مساوی رندوم بیتوین، بین 1 تا 50 و بعد میبندمش. و خب این میاد یه عدد تصادفی. ببینید من فانکشن ها و کار و تابه ها رو هنوز بهتون نگفتم، خب تو جلسه بعدی میخوام بیشتر توضیح بدم، ولی خب اینجا گفتم به صورت اینکه حالا یه پیش زمینه هم داشته باشین تابعی رو ببینیم با هم دیگه. رند بیتوین یه تابعی هستش که یه عدد تصادفی بین
این عدد ابتدایی که وارد کردم تا اون عدد انتهایی که وارد کردم تولید میکنه و خود این دوتا رو هم شامل میشه، یعنی یک و پنجاه هم، پنجاه اینجا داریم، یک هم اگه بگردیم داریم احتمال قدید، شامل میشه و قرار میده. و هر بار که من تغییری توی اکسل بدم، مثلا این یک هم رو بکنم ده، این اعداد تصادفی هم آپدیت میشن و یه سری اعداد تصادفی جدیدی رو مثلا تولید میکنن. خب اگه بخوام عدد تصادفی من تغییر نکنه، کنترل شیفت پایین میگیرم، همش رو انتخاب میکنم، کپی میکنم، رفت اینجا باشد. خب اینا رو کپی میکنم و پیست از ولیو میکنم، میام توی هوم، پیست از 1 2 3 ولیو میکنم. دیگه این دیگه فرمول نیستش و فقط ولیو های این هستن. حالا بر اساس این من میخوام چیکار کنم؟ بگم که اوکی شماره 12 نامه، بیا این شماره 12 رو پیدا کن، این اسم رو بگیر بذار اینجا، بذار اینجا به عنوان نام و اینجا میشه دیگه نام من این یکی رکورد 12 و 49 کدومه، میاد اینجا 49 رو پیدا کن و بذار توی قسمت رو شماره 49. ببخشید من 1 تا 50 نباید تولید میکردم دیگه، اشتباه تولید کردم، مساوی رند بیتوین دوباره میذارم. 1 تا 24 تا اسم داریم ما، 25 اسم داریم، 1 تا 25 رو باید بذارم چون نام ها میشه تکراری باشه. خب من اینو تغییر دادم، 1 تا 25 رو اسمشو گذاشتم، ولی فرمول منو اینجا هنوز نگفتم که تغییر بکنه دیگه. وقتی که از تیبل ها، یکی از مزیت های تیبل اینه که وقتی که یه فرمول رو آپدیت میکنی، اگه اون فرمول هم پایین نوشته شده و آپدیت شده باشه، این آپدیت شده باشه، این رو هم به صورت خودکار تو کل رکوردهای من آپدیت میکنم و دیگه لازم نیست من اینو بگیرم و بکشم، در صورتی که اگر تیبل تعریف نکرده بودین لازم. در صورتی که اینجا من فرمول نوشتم و سلول پایینی یک چیز دیگری باشد، مثل فقط عدد وارد شده، اون وقت اکسل از شما میپرسه که آیا میخوای این رو تا انتها ببری و تا انتهای جدولت بری، با این میپرسه اوتو کرکت options. وقتی که اینو میزنم میگه override، دوباره بنویس تمام سلول ها در این ستون رو با این فرمول، و وقتی که بزنم فرمول رو آپدیت میکنم. خب من اینو گفتم که بیشتر این مزیت جدول رو هم با هم ببینیم. تو جلسه بعد من با فرمولایی که حالا دارم میام این دیتا های خامم رو تولید میکنم. تو این جلسه نمیخوام فعلا زیاد در مورد فرمول ها صحبت کنیم، من میام تو جلسه با فرمول نویسی رو به صورت کامل تر میگم. احتمال داره که فرمول نویسی یکم طولانی بشه و تو 2 جلسه بگم، یه جلسه بیایم مثلا این دیتا تصادفی وارد کردن رو بگیم، یه جلسه ای هم بیایم در مورد فرمولی که قراره اینجا بنویسیم که با ایف و کانت، ایف و بلوکاپ خیلی سر و کار داریم کار بکنیم، شاید هم یه جلسه مجزا براتون بذاریم که بیاد فرمول های آماری و ریاضیاتی رو هم، بعضی هایی که مهم هستن رو با هم ببینیم و اینکه چجوری میتونیم توی اکسل فرمول های جدیدی رو پیدا کنیم. فرمول ها خیلی زیاد هستن، اگه بیایم تو قسمت فرمول اینجا کاتگوری ها یا طبقات مختلف فرمول ها رو میتونیم ببینیم. خب همه رو که نمیتونیم حفظ باشیم، چجوری میتونیم بیایم از اینها استفاده بکنیم و وقتی که من به یه فرمول رو نیاز دارم بیام ببینم که آیا اکسل اون فرمول رو دارد که بتونم ازش استفاده کنم. اکسل وقتی که به فرمول نویسی میرسیم خلاقیت زیادی رو لازم داره که حالا با هم میبینیم اونجا، چون سعی کرده خیلی از فرمول های بیسیک رو واسه ما قرار بده و ما با ترکیب این فرمول های بیسیک فرمول های قدرتمندی رو بنویسیم تو اکسل. خب حالا فرض کنید که من دیتا هامو اینجا ساختم، حالا بریم توی این تیبلی که من دیتا ها رو دارم فقط در مورد تیبل صحبت کنیم و چه ویژگی هایی داره. خب یه ویژگی هاشو که تو فرمول نویسی دیدیم، یه ویژگی دیگه که البته خوبه که بازم تو فرمول ها ببینیم، به من یه فرمولی که از قبل نوشتم و بهتون نشون بدم، ناکنین تو این فرمولی که نوشته شده که بعدم با هم خواهیم نوشت تیبل، ناکن دیتا انتری تیبل و elapsed time شو، ستون elapsed time یعنی چی؟ یعنی اومده توی دیتا تیبل، این ستون ها رو من این به انگلیسی تعریف کردم بخاطر اینکه راحت تر بشه فرمول نویسی کرد. این ستون elapsed time رو نها کنین، گفته برو این ستون اکسل رو بشناس و تک تک رکورداش رو بر اساس اون برو جلو. دیگه نیومدم اینجا ناحیه تعریف کنم یا سلول L1، L2 و غیره رو تعریف بکنم. اینطوری من این مزیت رو دارم که وقتی فرمولم دیتایی به تیبلم اضافه شد، فرمول منم خودکار آپدیت بشه و تا انتهای جدولم رو شناسایی کنم. پس اینم مزیت دومه.
خب حالا که با مزیت و کاربرد جداول توی اکسل آشنا شدیم، بیایم با خود جدول ها بیشتر کار بکنیم و ببینیم چه امکاناتی رو باشته. البته از اونجایی که این فینمنان طولانی شدش و طولانی میشه، من این رو در جلسه بعدی بهتون خواهم گفت که چجوری میتونیم به تیبل ها پس از ایجاد تیبل ها اونا رو کنترل کنیم و حالا طرحشون رو عوض کنیم از طریق تب دیزاین و یه اسلایسر رو بتونیم واسهشون قرار بدیم. پس امیدوارم از این جلسه استفاده لازم رو کرده باشین و این کارها رو انجام بدین و یه بار تمرین بکنین و خب در جلسه بعد بیشتر با جداول کار خواهیم کرد. متشکرم از توجهتون.